چشمه شفا قسمت 24 هم. آن چی گذشت وقتی که پهلوان آگاه می شود که سیفو به پدرش ملک جواب رد داده خودش مستقیم موضوع را با سیفو در میان میگذارد و میگوید که غنچه وی را دوست دارد. سیفو بعد از شنیدن عرفای پهلوان بر لطکو به غنچه می پردازد. بابا، بابا جان، بابیم خالقم چیمه؟ در پس خانه من کرده چیم؟ تو بابا، خودم دیدم بابیم زیاد قار بود صدای گریان خالقم چیم از پس خانه می آمد در دروازه پس خانه یه خلف کلان بود پس خانه رو سرش قلف کده بود آه با سه کده برو که خالقم چیم چیز نشه سمیدا آقایت کجاست او نه در دروازه کلا سمیدا دخترم تو فکرت به بیادرت باشه من یک دفعه کتی آقایت بروم که آقام چی دیدنی باز چی مصیبت مانده او پسته در خانه هستی یا نه؟ او خدایا ای جانگور در کجا بود که پیدا شد این وقت آمدن است بیا خاله فاتو در خانه استم سلام علیک بیا خوش آمدی خاله شکر که الابوبانی جور شد <applause> خوش باشی این اگه خانه مام نمی از آل خو خبر میشی از خدای داد پرسانشا میکنم کنم باز اینه تو هم بیغه هم میری اگر نی کتی علا قرار در خانهیت می ششتی گامشکو کتی علا پوست دادم سر از نو پیدا شد تا که چارغوه کد و سر پای آمد روده چک شدم کاش که رودچک شوی بیخی سر دل ما دیختی خدا از روی ما بگیرید. تا دخترم چرا رنگ و روخت پریده؟ اگر رقم خطاگه هکستی؟ نه چیز گپ نیست خالفاتو پستا از ما گپ پت کده نمیتونی ما پشت روی ورقه میفهمم بگو چی گپ اس خاله خوارم غنچه ناجور است گفتم که یک دفعه به پرسانش برم خدا نکنه برو مام میرم دخترم وارس، دوستش دارم خاله فتوخ از گپ گپ میکشه یک زاغ چل زاغ میکنه در کل قریه چی آوازه تید خواد شد خاله جان تو باش باش، مزوت کدمی میایم اویش پسته اما افسلی گریانی وشته که ندارم مام کتت میرم بازی خکی شلستی چاشت کتت تیر میکنم خاله جان از خاطر تو میگم که ناجور نشی برو بچیم تو هم چه خیگه پیاد داری پیش که بریم خاله فاتو روغن زرد خورده ای تو پس نیست که بده کبند باشه بوبا چه خیگه زدی خود تیز کده برو که سمیده تو رو غلص نیست بیا اینجا کت بیادرت بشی ما و خاله میریم خو دیگه چطور فاتو؟ گمش کو خوار پرسان نکو گپای را بشنوی که قوت از سرت بپره ما خواک کو پاک ماندم چرا فاتو خوار باز چی شنیدی؟ او خوار آله ما از اول برت نگفتم که دختر سیفو چندان دختر نیست اوش کو که نگیریشه او ندیدیش که گپش دا گپا برامد فاتو فوتو سیفو خو ملک جواب داده گفته که د خوردی به بیادر زاده میشه تو ساده خداستی سیفو دروغ میگه اون دختر تا که تانسته زده بود باز در پسخانه پشت قیدش کده بود خدا میدانه که دختر چی سر و فساد داشت فاتو ای تو چی میگی؟ در پسخانه دیگه چرا قیدش کرده باشه؟ دروغ باشه پری رو ما به چشم گناگار خود دیدمش ما و پسته رفتیم هیچ کس خدا در خانهشان نبود در دروازه پسخانه قلف کلان آویزان بود صدای گریان و ویلای غمچه از پس خانه می آمد فاتو باز پسته قلف میده نکد نه خوار گفت آقایم اتو آدم کلقا قص اگه قلف میده کنم دنیا را قیامت می کنه گناه داره سیاسر است فاتو کاش که تو قلف میده می کدی چی کنم بانشه که بسوزه میگه سزای قروت اوی گرم خدا ازی بهترش کنه خوب شد که به کل ما معلوم شد اگه نی کتای تسنوی در بدری چی میکدی؟ بازی پالوان در بازار میکد فوتو خوب شد که اثر ما چپ شد خدا پرده یا سرای ما را کنه پری رو خود من دیگه میرم آمدم که امی اوالا برات بتم که ملک صاحب خدایار جانش آدم شله دیدی که از خانه سیفو شیرینی را گرفته نبیاره فتو خوار بشی که چای بیارم نه خوار آجت چای نیست امی دقیق خانه پسته چای خوردم و پسته بیچاره را ببینی رنگ در رنگش نمانده از بینش بگیری نفسش میبرای غم خواره کده شیرش خشک شده بچیش د یک جلس است فاتو خیر ببینی اما اول پسته خو میگیری فری رو که اول گیری نکنم هم نمیشه این که از ایجا رفتم سر چار خانه دیگر هم میگردم ایلا که شام تاریک خانه برسم خوب برو فاتو خوار پناگکت به خدا دکه. خرم خرم دا گوخانه پر تو بریم که خبر غنچه رو بگیریم آقای مامده باشه دختر ایلا کده یا نی خو سعیست یه نمی خرا با کنم باز میریم آقا جان بلیاز خدا ای تو چی میکنی؟ دختر مسکین در پس خانه بندی کدی آخر چی گناه و خطا ازش سر زده بسته بس کو دیگه عصاب مره خراب نکو اگه باز پوشی شکدی تو رام کاتش من دوزم بازه مون یه دلتوزی کو کاکا ما خو فکر نمیکنم که گونچه ایتی کاری کده باشه که ای, ای جزای سخت برش میتی خدای داد ناک پشتیش دختر بیشارمو به بی حیاره نکو بما آقا گونچه چی کده؟ ای نه ایده بیبین دستمال دختر و پالوان داده چی؟ ای دستمال؟ ایره خو غنچه بر ما دختر بود ایره ما به خدای داد داده بودم کاکا ای دسمال پسته ما داده بود یک روز پالوان ریزش کده بود صرفه و میزد گفت دسمال در خانه یادم رفته مام هم دسمال از جیبم کشیده برش دادم چی میگه خدای داد؟ ای دسمال تو به پالوان لدر داده بودی؟ آن آقا این حرف پیر نوشته کده سر نام ما پسته و برام گفت که دادا این ما برای تو دوختیم پیشت نگاه کو لا حول والا خدایم نره ببر ما خدا خود حق دختر مزنیم خود ظلم کده در کار خدا شوی پالوان کتازی دروغت ما تو یک کار کنم که تا یادت باشه و طرف سیفو دور نخوری آقا جان زود کو مادر کو. که غنچه ما در مرده را ایلا که زاره ترق خواد شد شکر که ببویم نبود اگر حال غنچه را دیده نمیتانست هی خدا جان مره ببه مره ببه پالوانم چی بچه بیعقل است آدم اشار تو کارا را نمی کنه. گنچه دخترم مره ببخش غنچه دخترم گونچه چشم تواز کن آقا خورکم زوف کده غنچه خور قید شوم غنچه جان آقا بگیرش اگه در خانه ببریمش ببویم خانه مامایم ام قراشیش تا از حال دنیا خبر نداره نان برش ندادیم اگه بود نیبود زورش میتر خدای داد این خو از ناخورا کی زوف کده؟ بسته خانه رو ببینی یک چیز پیدا خواهد شد در دانش کن من میرم قصابی سیدو گوش برش میارم شروع برش پخته مزجدی باشه؟ بچه ای نبخیر سرشته نامزادی تا میگیرم ام دفعه کار باید یک نتیجه بته ای قصص تو پست ایلا دادنیش نیستم آقا باز کدام سو میری جوابت خدا مسجدی بچه ام دفعه باز پیش سیف الدین میرا آقا سیف الدین خو یک دفعه جواب داد مسجدی دخترش بسیار یک بیبی بی دختر است از نگینه را خوشش آمده میگه رقمی که میشه اموره به مسجدی بیگی آقا تو میفهمی و کارت به ما غرض نیست مسجدی بچه زن تو میگیری و باید غرض داشته باشی بچه آقا ما میرم که کار دارم چطور <Goshversion> خوش شد فقط گل که بش گفه خو خدا هر جوانه به مراد دلش برسانه گونچه دخترم من زیاد سر ظلم کردیم بچیم سیاسر هستی بسن قانونی نسیدی آل باید بخیر چادر دو قاتش و پشت بختت بری آقا ما از پیشت بسیار ده از خاطر که د وقت دخترت نشناختی آقا ما خود سریلا کلان نشدیم سر ده تو کلان شدیم ما چطور این میکنم دخترم کاکایت گپ برم یاد کرد و کریم می بید تو که خورد بودی تو را به نامش کرده بودم آقا ای گپا چطور گل کرد شش سال ده شار خانی کاکایم بودم مکتب خوندم یک روزم تو کدام گپ نشنیدم خوند چه دخترم کاکایت از امو خاطر سرد مکتب خواند با که کناجور شد ما از مجبورت زیاد تو را تلبیستم که کارو خانه را کنی آقا کریم خود تو مشناسی که یک بچی چرسی و است خوارم پسته از خدایداد چی خیر دید که ما از کریم چرسی ببینم آنچه دخترم از خاطر کاکایت باز خفه نشه آقا اگر کاکای مشیار باشه باید خفه نشه اول بچه چرسی و پودری خود خوب کنه باز برش زن بپاله آقا کاکای ما جواب ته ما خو نمیتونم که از خاطر کاکا زندگی ما برباد کنم اون دخترم مولا خدا خیر گپای گپوی شرعی زد و گفت که شوهر گرفتن حق یک دختر است و شوهر باید به با دل خود انتخاب کنه دخترم خان صاحب دی بالا آمده بود به مزیتی بچه خود می تلبد. این حال ما گپوی قانونی و شرعی را در گوش گرفته به تو امی اختیار میتم هر جوی که رضایت خودت بود همون جنام زادت میسازم آقا مرا که شوی میدی اقی کار خانه تکی میکنه؟ غنچه بلا در پس کار یک چوره میکنم تو مقصد یک آن بگو و آیا گپ دیگر را برات بگویم که ملاحظه مرا گفته و او ایست که نامزادی ازدواج نیست یک وعده به ازدواج است یعنی یک دوره شناخت است و دو طرف مساوینه حق داره که قبول کنه یا ردش کنه اون اگه یکی دیگه خودت خوش نکدن میتونه امین نامزادی را رد کنه آقا الان ما کی گفتیم که مره بشوی بته بیبی بی دخترم دخترم مزدیتی بچی بد نیست امو روز اگه موتر استاد نمیکرد آل خوارت پسته از بین رفته بود ما خود ما هست که خان صاحب ام دفعه جواب نتام آقا ما میرم که خمیرم رسیده تندور میکنم مناسب گفته بود که از دختر پرسان کنین اگه خود چوب گرفت همین نشانی رضایتش هست بازم یک دفعه برش پسته را میگم که بیشینه او دانه خون چرا پوی بوی کنه که چی میگه؟ یالا است از برای خدا کار یک روز روز نیست عمر ما ده بیوگی تیر شد آخر تا چی وقت تا به سر بگردیم لالا ده ای وقتا ما هم سر دل تریختیم ما ده این خانه اضافی ای هستم حق کناخ سر ما می کنی میکنی مکی امونه و لالا آدم میفهمه و جنجال و ورداشتن بچه و دختر ما را بقی جنجال چی؟ یک سرم بود یک سون میرفتم لالا خبیگی بیگی مرا بکش یکی خدا بیغم کو بس کو دیگه <تصفح> کم جنجال تا کشیدیم که حال در جیل خانه مندازی که پو پنک بزنیم <تصفح> برو لالا هر کو میری چهار طرفت تبله به قدرتم تلفون کو که بیایا از خاطر تو سیابخت پیدا کده نتانستم اگه نیوا خود از پیشت بیغم میکدم اگه مو تیلایت بتم یا اگه مور بغیرت و امت زندگی کدیم و حال یک نام به غیرتی به خود کمایی نمی کنم این باز میره اندیوال قدرت اگر نمرهش پیدا کرده بود برش تلیفون می کنم بله بله مشنوام سلام علیکم قدرت بیادر لالای دستم قوت چی حال داری؟ کجا هستی او جان بیادر نمره تلیفونت از پیشم گم شده بود باز که نمره را پیدا کدم اید برت روخ نمیشد و علیکم سلام قوت لالا ما شکر فضل خدا خوب هستم تو چطور استی؟ ما خوارم خورم که زندگی نو چیال داره؟ قدرت بیادر از عالم ما نپرس ما کی خود خدا گرفتار شوم که نه خودش زندگی میکنه و نه ما را در زندگی کردن میمانه چرا لالا قوت؟ ما چی شده؟ قدرت بیادر اگر ششتی بخیست اگه خیستی در آگت شو بیا که ما خود گو سلیم مکه به تنگ آمده کدام روز یا خود خود کشتم یا مکایه لالا قوت ای تو چی میگی؟ خدا نکنه که ای تو کدام مشکل بند شده باشی؟ لالا قوت تو غم نخو ما جل کده خود چند روز باد برد می رسانم قوت بیادر حال خود کده مکای ده غم مانده باز که بخیر آمدی از کل گپا خبر میشی قدرت بیادر بخشش باشه که ده مسافری جگر خونت کده لالا قوت پروه نداره تو غم باش مطمئن من میایم قدرت بیادر تو بخیر بیا که ایتالتق تنها نمانا. ما خود دل کی که چند وقت کدام سو خودا بکشو که اگه فکرم دگه شو او بیادر تو درد بیادر ما دگه تیلیفونم با بامان خدا نالا قوات بامان خدا خدا حید.